برای دشمنی که در حال فرار است پلی از طلا بسازید. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما سروران گرامی. دوستانی در کانال یوتیوب، برخی از دوستان در مورد سپهبد فروخان عنوان کردن که مطالبی رو تقدیمشون بکنم. مطالبی رو گردآوری کردم دوستان گرامی، بسیار کوتاه، مفید و مختصر در مورد سپهبد فروخان مطالبی رو خدمتون عنوان میکنم. کانال ما کانال باستان هست و سپهبد فروخان هم برمیگرده به همین کانال ما، و لایک و سابسکرایب رو بزنید تا بریم سراغ سپهبد فروخان. سپهبد فروخان یکی از سرداران ناماشنای ایران ما بوده و فرزند دابویه. فروخان رو استاد دوستان گرامی مشهور به فروخان کبیر میدونن، و خدمتون عرض بشه که سلسله، چون فرزند دابویه بود، نام مادرش دابویه بود، سلسله دابویان رو بنیانگذاری میکنه و شهر آمل رو مرکز خلافت یا به قولی مرکز امپراتوری خودش قرار میده. چهار تا فرزند داشته به نام سارویه، دادمر، فرخان و آزرمیدخت. اعراب دوستان گرامی سپهبد فروخان رو ذوالمناقب میدونن، یعنی صاحب هنرها و صاحب خوبیها. در سال 711 میلادی تاجگذاری میکنه و بعد از مرگ پدرش به طبرستان میره و شهر ساری فعلی رو بنیانگذاری میکنه و مرکز و قلمرو خودش رو تا نیشابور خراسان گسترش میده. دوستان گرامی سپهبد فروخان ساسانیان رو بسیار دوست می‌داشته و خودش رو پیرو ساسانیان می‌دونه و آیین و اعتقادات ساسانیان رو سرلوحه کار خودش قرار میده و مثل ساسانیان سکه ضرب می‌کنه و بر تخت اورنگ می‌نشینه و مثل شهریاران ساسانی تکلم میکرده، صحبت میکرده. فروخان مانع از یورش ترکان از شرق میشه و میاد با اونها پیمان صلح میبنده و با دیلمیان از غرب هم وارد جنگ میشه و آیین زرتشت رو احیا میکنه و آتشکده ها رو به نوعی روشن نگه میداره. سپهبد فروخان دوستان گرامی مرزهای شرقی که با ترک ها بودن و ضعیف بوده، میاد اون رو با یک پیمان صلحی مستحکم میکنه، اما متاسفانه مجدداً ترک ها یورش میبرن و به نوعی میره پادشاه ترکان به نام سول رو، حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم، با سه صابون هست، اون رو میکشه و فروخان، سپهبد فروخان شخصی بوده که از لشکریان اعراب که 20,000 نفر بودن همه اونها رو میکشه و حتی یک نفر از اون سپاه رو زنده نمیگذاره که برگرده به ولایتشون، به منطقهشون و خبر شکست اعراب رو بده. 20,000 نفر رو قلع و قمع میکنه و همه رو میکشه. 17 سال فروخان
فرمان روایی میکنه و در این 17 سال دوستان گرامی هیچ عربی حتی نیم نگاهی به طبرستان نمیکنه که بیاد طبرستان رو آزاد بکنه و به نوعی طبرستان رو تحت قلمرو خودش در بیاره. چرا؟ چون سپهبد بسیار بسیار دلیر و شجاعی داشته به نام فرخان که اسم فرخان رو میگرفتن اعراب تنشون به لرزه در میومده. سرانجام سپهبد شجاع و دلیر ما در سال 110 هجری برابر سال 97 سال یزدگردی و 240 طبری از دنیا میره. دوستان گرامی، امیدوارم در رابطه با سپهبد فرخان این مطالب کوتاهی که تقدیم حضورتون کردم تونسته باشم اندکی از تاریخ ایران باستان رو به شما دوستان گرامی با زبان بسیار ساده تقدیمتون شد، به نوعی یک مقدار در رابطه با تاریخ ایران باستان سطح دانش شما خوبان رو ارتقا داده باشم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کوچیک بزرگی شما، رضا ابراهیمی هستم، امضای خدا پای تمام آرزوهاتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. هیچ وقت به دنبال تفسیر عکس نباشید. بدرود.